خواهرها و برادرها، اولا سلام خدا عرض میکنم. دوم، زیاد گفتنی در موردات ندارم، به خاطر از اینکه ما کوشش کردیم که کسانی که من حیث یک سیمینار اینا را فکر کنی، اصلا شما در پای سخنرانا کشته فکر میکنه که برای شما یک مکتب و یک درس داده شده. کسانی که در اینجا سخنرانی میکنن کسایی هست که چرا فداکاری ها و استاد برهان این ربانی کرده، چرا این نوزت تاسیس کرد و چرا اما چا مسود چند دهه جنجال های خود جنجال های افغانستان کشید و به فراز کوه ها همیش حرکت کرد و چرا هم سنگرایش که قدر عکس از اینا وجود داره و تمام از این شهدا هستن که البته ما از تقریبا در حدود 300 شهید 300 شهید معلس شد داشتم که از بسیار کسانی بودند که باید عکس از اونا چاپ میشد، اما به همت دستاوردکاران این محفل مقدار تعداد شهدا شده و بعدی ما شاید یک اتاقی را بررسی بتیم و از شما مسئولین عزیز هم سر سپاس میکنیم که در آوردن عکس از این، در چاپ عکس از این و در این تزینات از این خود شما مسئولین دزبکار شده و من افتخار از این میکنم که من با یکی از اینا دوست بودم، یکی از اینا مثل پدر من نیمه بود. یک قصه بسیار جالب در این موضوع دارم که وقتی که استاد شهید میشد و شهید شد در ولایت پروان اکثر دوستان یادآوری کردن که دکتر ادراک و دیگه یکی از قماندانان ما جان احمد خان گفید و تا یتیم شدن و واقعا که ما همه مسائل از اینا مختم و در پلیشان بودم و در هر حالت چه در پشاور چه در دیار اجرت در دیار جنگ چه در مهاجرت پلی از اینا بودم، هم مخته های از اینا بوده که یعنی می کانون یا همین محصه بنا شد. بنان من از به تماما شهدای اردوی ملی، پلیس ملی، مجاهدین عزیزی که در گذشته شهید شده این جانای خود از دادن برای از اینا اعتراف و دعا میکنم و من نظرم ایست که شما با پای سخنران را گوش بتین که اونا چی میگن. من همیش با شما هستم، راستی از فرد فرد زیاد شکاری ها با جامونده دلایلش شام شما میفهمین. در اول خو فکر میکنم که طور تعبیر بود که چرا شهر کابل و ایران شد، آل دلیل دلایلش فهمیدین که 45 کشور یا 46 کشور با ما و شما همکار است، باز هم ما و شما میموریم و کشتار میتیم و انتحار انفجار میکنیم. البته بسیار دستایست قوی استخبارات بسیار قوی منطقه در عقب از کار است که افغان ها را نمیمانه که با هم متحد باشن، نمیمانه دیگه شد و طبعا چیز بسیار مهمی که رول دارد این مسائل ممکن است که بعضی اوقات موضوعات ما و شما را هیچ وقتی در زمان سابق هم کسته تانسته که به زانو در بیاره. اگانه چیزی که میتونه ما را به زانو در بیاره اونو بیا یکس است که پشت یک کاغذ است، اونو بود سرگردان کرده خداوند و عکس به هر ترتیب ما را هدایت بده که به یک راستای درست حرکت بکنیم و طبعا عزت نفس پیدا بکنیم و سر از این خاک متوجه باشیم که در حالتی است که ما هم دین ما میره و هم دنیای ما میره. یکان دوستای یادآوری میکنه که اگر دنیا خراب بود باز آخرت ما خوب میشه. ما به او عقیده نیستم، کسی که دنیاش خراب باشه آخرتش 100% خراب است، به خاطر از این که او سر خود فکر نکرده، سر خود نهندشیده، جد و جهد نکرده، کار نکرده. دیگه این مردم سعودی خیر حالت چون خوب از واد جنت نمیره، مردم یک کشور امارات نمیره، کشورهای اسلامی دیگه نمیره. اصلا ما با هم پذیره داشته باشیم، اصلا سر وعدت تو را فکر کنیم. باز هم از میمانای عزیز خود سار سپاس میکنیم تشریف آوردن و ما زیاد وقت نمیگرم، میخواییم که دوستای دیگه صحبت بکنن. چرا اونا عالمتر
دانشمندتر هستند، ما کوشش کردیم که از این کسانی بگیریم که اینا سر موضوعات تاریخی معلومات دارن و حتی از دانشگاه کسی رو نگرفتیم که صحبت کنه، گفتیم کسانی رو بگیریم که اونا زیادتر در این موارد باز هم اعتراف و دعا و شهدا میکنیم و از تک تک محصلین عزیز خود تشکر میکنیم. واقعا در همه موارد سهم گرفتیم، در سیمینارها، در همه اظهار سپاس یک جان. السلام علیکم و رحمت الله. حضار بسیار نهایت گرامی و عزیز، در این همایشی که بزرگانی از شورای ملی، از مؤسسات تحصیلی، تعلیمی و فرهنگی حضور دارند، اگر قرار باشه یک و یک نامی هر یکشان بگیرم، فکر می ترسم که یکی از ایشان فوت شود، نام گرفتنشان و باعث خدای ناخواسته رنجش خاطر شود. لحاظا به این واژه های کلی اکتفا میکنم که خواهران و برادرانی عزیز و گرامی در این همایشی با شکوه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در جریان هفته شهید قرار داریم. درباره هفته شهید زیاد گپ زده شده و زیاد هم گپ های قابل گفتن است و در مورد این دو شهید بزرگی، هفته شهیدم شهید استاد ربانی و شهید احمد شاه مسعود، هم زیاد گپ گفته شده. باوریم از گپ های امیر قمیکی تداوم و تجدید شب و روز و نیازمندی های جامعه انسانی، نیازمندی های روحی و مادی و اجتماعی و سیاسی، اینها هر قدر متجدد می باشه، ما باید برای راه حل یافتنهاش، برای تسکین روحی خودمان ناگزیر در پهلوهای زندگی به تاریخ برمی گردیم و یکی از صفحات درخشان تاریخی ماست. موضوعات زیادی در رابطه با حیات این دو شهید، کارنامه هاش قابل بحث است که زنان در دیدگاه استاد و مسعود، سیاست در دیدگاه مسعود و استاد، وحدت ملی، منافع ملی، جهاد، تدین، همه این مسائل موضوعاتی هستند که هر یکیش باید دفتری را به خود اختصاص بده. ما به اختصار که مجالی بحث ها نیست و هر یک باید موضوعاتی را مطرح بکنند، ما به اجازه همه حضار گرامی یک مسئله را مورد اشاره نبررسی و مطالعه مورد اشاره قرار میتونم و از حضور هر یک شما اجازه میگیرم، چون پیشترم با جناب دکتر سیبی ادراک و این توافق رسیدیم که یک جای دیگر من مشغول هستم. در این شب و روز یک مسئله بسیار مهم ما که مطرح میشه و پیوستم این مسئله مهم افغانستان بوده، مسئله وحدت ملی در افغانستان است. وحدت ملی که همه نظام ها، همه دولت مردان، همه خرد و بزرگ جامعه از این مسئله عرف میزنن، اما تقریبا یک شبهی غیر قابل دید از این ترسیم شده که این وحدت ملی چیست. این وحدت ملی که پایه حکومت باید تشکیل بده، پایه جامعه را تشکیل بده، پایه منافع ملی را تشکیل بده، اینها چی است؟ ما باورمان این است که استاد ربانی و شهید احمد شاه مسعود در عرصه سیاست افغانستان وحدت ملی را سنگ زیرین همه این مسائل می دانستند که بدون تحقق وحدت ملی در افغانستان نه جامعه پا می گیره، نه حکومتی سامان پیدا می کنه، نه زندگی با آسایش میرسه. این وحدت ملی را عناصرش چیست؟ و یک معقوله معروفی از احمد شاه مسعود دیدین
که لعوه ها و اینها و همه جا هست که میگه که وحدت ملی بدون عدالت اجتماعی تحقق پیدا نمی کنه. این حرف احمد شاه مسعود خلاصه دید سیاسی همه جریانی وابسته به احمد شاه مسعود و در رأس تفکر شهید استاد ربانی است به باور ما. این وحدت ملی را پایه های زیادی میتونه داشته باشه و عناصر مهمش چند تاست به باور ما. عناصر مهمش ارزش های اسلامی در افغانستان. افغانستان امروز ما بیش از 1000 سال از آمدن اسلام به بعد، 1400 سال تا امروز، هرچی ما مفاخر داریم، دانشمند داریم، تمدن داریم، شعر داریم، عرفان داریم، فلسفه داریم، ادبیات داریم، هر آنچی داریم بستگی به این ارزش هایی است که متعلق به اسلام است. هیچ کدامی از این اگر اسلام از همه اینا برداریم همه هیچ است. و مردم افغانستان در این مسئله با هم شریکند. پایه های اصیل فرهنگی و تاریخی و هویتی همه مردم افغانستان هم می سازند. و در پرتو این امر باید وحدت ملی شکل بگیره. وحدت ملی که ملت افغانستان به عنوان یک خانواده، به عنوان یک صنف، به عنوان یک جمع انسانی و اجتماعی، نه به عنوان یک تمایز تفوق طلبانه بر دیگران. ملیت در دیدی بخشی از جامعه شناسان و سیاستمداران در اروپا که دولت ملت ها با وجود آمد بعد از دوره رنسانس که طولانی است حرفش، و بالاخره دولت ملت ها با وجود آمد، پافشردن بیشتر بر سر ملت ها و تشخص ملت ها، دو جنگ بزرگی تباکون جهانی را به دنبال داشت و این پافشردن بر سر هویت تفوق طلبانه ملت ها رژیم های استبدادی و تفکرات فاشیستی ملت خواهانه را به وجود آورد که نمونه هاش آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی، اینها از لحاظ تاریخی بسیار دور نیستن از ما و شما. اما دید این رهبران ما از وحدت ملی و تمایز و تشخص ملتی به نام افغانستان به معنای این است که یک جمعی از انسانها که دارای مشترکات تاریخی، فرهنگی، سرزمینی، این مقوماتی تشکیل دهنده یک ملت است، اینها در یک قرارداد اجتماعی بدون از این که خودشان بر دیگران برتر بدانند، ملت های دیگر ما بخواهیم مقهور کنیم، ستم روا داریم، بر اونا حاکمیت برانیم نیست. ما به این مانی یک جمع میتونیم با این مشترکاتمون با هم زندگی بکنیم. این زندگی را پایه هاش عدالت، برادری، برابری، کیرم برخواسته از صمیم فرهنگ اسلامی ماست میدانیم. اونجا که مسعود شهید میگه که هیچ وحدت ملی بدون عدالت اجتماعی تحقق پیدا نمیکنه، عدالت اجتماعی رم تنها به معنای اقتصادیش یا اجتماعی محضش، در همه ابعاد زندگی اجتماعی بدون عدالت ناممکن است ما به وحدت برسیم. وحدتی که همدل، همفکر، همراز، همراه، همدرد باشیم. هیچ کشوری نمیتونه در اون ادعای وحدت ملی کرد که یک طرفش، یک جمعش، یک قومش بر ماتم قومی دیگرش، دردی دیگرش، طرفی دیگرش عزادار نباشه.
مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. که حدیث پیامبر است، حدیث صحیح پیامبر، که مثال جامعه مسلمانان، جامعه یک جامعه مسلمانان، یک جامعه الگوی انسانی طوری است که دردی همه افرادش، نکویی و زیبایی های یک دیگرشان در حیات و در روح و روان دیگرانشان اثر می افکنه، مانند یک جسد واحد است. نمو شعر سعدی هم تفسیری و تعبیری فارسی همین حدیث پیامبر است: جزوی به درد آورد بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن، چو دردی چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. وحدت ملی این گونه بده تشکیل میشه، این گونه شکل میگیره و برابری یکی از بنیادهای اساسی این وحدت ملی است. ما نمیتونیم قومی را بر قوم دیگری برتر بدانیم، ولایتی را بر ولایتی برتر بدانیم، مردمی را بر مردمی برتر بدانیم، الا بر اساس معیارهای انسانی پذیرفته شده، نه نژادی، نه قومی، نه خونی، نه اینها، که اینا همه مردودند. اما اگر ما قومی را بر قومی برتر بدانیم، نژادی را بر نژادی برتر بدانیم، سمتی را بر سمت دیگری برتر، باز مدعی را باشیم که ما وحدت ملی میخوایم، قطعا تحقق پیدا نمیکنه. المسلمون سواسیتون که اسنان المشتی. اینجا که در حدیث پیامبر در قرآن کریم هر جایی که درباره مسائل اجتماعی مسلمان ذکر میشه، این مراد بیشتر افراد جامعه مسلمان است، حتی غیر مسلمان ها و اهل کتاب هم شامل همین گپ میشه. مثلا یک ذمی، یک مستأمن که در جامعه اسلامی زندگی میکنه، تمامی حقوقش غیر از دیانت حقوقی برابر دارد. اینجا همه ای مردم اینا برابر هستند، مانندی دندانه های شانه، هیچ کس از کسی دیگری فزونی ندارد. تبعاتش چی است؟ المسلم و حدیث دیگری پیامبر، المسلم و اخ المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، یعنی افراد جامعه اسلامی یکیش برادر دیگر هست. لا یظلمه، ظلمش نمیکنه. شرط برادری چی است؟ تو نیست که بگوی برادر هستن با کارد تیز، نه با کارد تند کند ای پشت سر او را سر شبه بره، بگوی برادر هستن. لا یظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، مسلمان برادر مسلمان، ظلمش یکی بر دیگری ظلم نمیکنه، یکی دیگری را تحقیر و توهین هم نمیکنه. ولا يسلمه، ولا يسلمه را تفسیر میکنن که به دشمن هم وا نمیگذارش، در روزی نیاز به دفاع از او میپردازه، مانند یک جسد واحد. میتونست که دشمن بر جمعی از جامعه اسلامی و جامعه مبتنی بر وحدت ملی تسلط پیدا بکنه، او را بگذاری بگوی خودشان میدارن کارشان. این تساوی و این تعاطف است که وحدت ملی ایجاد میکنه. عدالت، که عدالت هم خالی از برادری و مساوات و برابری نیست، و بعضی از مصادیق برابری میتونه عدالت باشه، که سنگ زیرین بنای اجتماعی انسانی که ممثلش دولت و حکومت است بر عدالت است. نه تنها در نزد نظریه پردازانی سیاست و حکومت در دنیای غرب، که در صمیم نظریه پردازی
نظریه پردازان سیاست اسلامی هم همین است. بسیاری از فقهای سیاسی باورشان این است که مهمترین وظیفه حکومت در اسلام برقراری عدالت است. ابن تیمیه که بسیار معروف است، به بسیاری ها مورد نقد هم قرار میگیرند که بعضی همی افرادگرایی ها و اینا را نادانسته بسیاری ها به ابن تیمیه نسبت میتن. به باوری بنده در سیاست شرعیش میگه که وظیفه اصلی حکومت برقراری عدالت است، که عدالت برقرار کنه ولو که مسلمان نباشه. به می خاطر قاعده را وضع میکنه که حکومتی کافر عادل بر حکومتی مسلمان ظالم ترجیح داره. معناش چی؟ بعد تعلیل میکنه، میگه که چون ظلمی حکومتی حاکمی مسلمان به مردم میرسه ساری میشه و مسلمانیش متعلق به خودش، عدل حکومت کافر متعلق به همه مردم است که بدون عدالت آسایش زندگی قطعا ناممکن است، متعلق به عموم جامعه میشه و کفرش متعلق به خودش. لذا عدالت اساس حکومت تشکیل میده. نه تنها ابن تیمیه که بسیاری از نظریه پردازان دیگر هم به این باورند، مانند غزالی و کسانی دیگر. معنای این گپ این است که مهمترین وظیفه و مسئولیت حکومت برقراری عدالت است و بدون عدالت نه جامعه شکل میگیرد، نه وحدت ملی، نه هیچ کاری. لذا خلاصه امر که ما گفتیم که احمد شاه مسعود گفته که عدالت و وحدت ملی بدون عدالت اجتماعی تحقق پیدا نمیکنه، ریشه در این فرهنگ کهن، در این اعتقادات اساسی ما قرار داره که خوشبختانه مورد اجماع و توافق کلی همه اندیشمندان سیاست و اجتماع در عصر حاضر هم این امر است. لذا و ما بناهن احمد شاه مسعود، شهید استاد ربانی، ماها به طبع قطعا طرفداری تجزیه، برتری خواهی، تقسیم کردن افغانستان، اقوام افغانستان به هیچ وجهی در تاریخ نبودیم و نخواهیم بود. ما میخواهیم یک افغانستان یک پارچه داشته باشیم، متحد داشته باشیم، برادر داشته باشیم، برابر داشته باشیم، هیچ کسی بر کسی دیگری فزون نباشد. همون قول آقای جناب رئیس جمهور که در دوران کمپاین‌های انتخاباتشان با تکرار گفتند که هیچ شهروندی افغانستان بر شهروندی دیگری افغانستان برتری و ترجیح نداره، هرچند شاید در واژه‌هاش، در تعبیرش تفاوتی وجود داشته باشه، ولی در ماهیت امر می‌خواستن این حرفا بگن. ما خواهانی عملی شدن و اجرایی شدن این اصل هستیم و باورمان هم این است که بدون اجرایی شدن این اصل هیچ چیزی شکل نمیگیره. این اصل، تعمیم این اصل در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه همه امور، امروز کوچکترین کاری را که آدم انجام بده، به قول بسیاری ها برخی از رندان، از پشت پر مردم مقاصد و نوایای افراد می فهمد. برخورد در یک اداره را آدم می داند که از چی منظری ناشی شده، در عرصه های اقتصادی، در عرصه های اجتماعی، فرهنگی. اینها بحثی ما با اینجا پیش از اینکه کاغذم برسه، من فکر میکنم با تمام رساندم، اشاره کردم به این امر. بسیار تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق،
ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خوشا آنان که با عزت زیگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. در گام نخست بر روح همه شهدای کشور عزیز ما افغانستان، شهدای جهاد، مقاومت و شهدایی که تا امروز در دفاع از عزت و استقلال، آزادی، امنیت و نوامیس ملی مردم و کشور ما سینه خود سپر کردند و قربانی می شوند. درود می فرستم به صورت خاص به روح و دو شهیدی که در تجلیل از هفته شهید ما با نمایندگی از همه شهدای افغانستان از این دو شخصیت تاریخی تجلیل میکنیم و به روح شهدایی که امسال در حوادث مختلف تا به عمله دیروز در ولایت خوست جان شیرین خدا دست دادند، به روح شهدایی که در ماه مبارک رمضان به خاطر حق‌خواهی و عدالت‌خواهی مردم افغانستان، به خاطر بلند کردن صدای اکثریت خاموش مردم افغانستان که همه روزه مرگ هموطنان خود نظاره میکردن، به بلند کردن صدای از اینا رفتن اما مظلومانه به شهادت رسیدن. برای همه ایشان درود میفرستم. خداوند به همه این شهیدای ما جنات برین نصیب بکنه و برای بازماندگانشان و برای همه ما شما صبر عطا بکنه. حضار عزیز، ما باور ما این است که ما از هفته شهدا به چهار دلیل تجلیل میکنیم. عامل عمده و اولی احترام گذاشتن و ارج گذاشتن به شخصیت از این است. کسی که زندگی خود، حیات خود، یعنی عزیزترین هستی خود ای از دست میده به خاطر وطنش، به خاطر مردمش، به خاطر عزتش، به خاطر استقلالش، به خاطر آبادی و به خاطر ارزشایی که به او اعتقاد داره. اولین چیزی است که ما به این تو یک شخصیت ها باید احترام بکنیم و این شخصیت ها را ارج بگذاریم و اینا را در یک فهرست بزرگ در بالای سر ما در سطر اما برنامه خود قرار بدیم. اول. دوم، ارزیابی از زندگی بازمانده هایشان است که آیا این کسایی که به خاطر مردم، به خاطر وطن، به خاطر دین، به خاطر استقلال و آزادی جان خود از دست دادن، زندگی فامیل از اینا، زندگی اولاد از اینا، زندگی بازماندگان از اینا در چه وضعیت قرار داره؟ آیا رسیدگی لازم صورت گرفته یا نگرفته؟ از لحاظ معنوی مادی به اینا پرداخته شده یا نشده؟ چیزی که امروز و برای فردا مردم ما و دولت ما به اون نیاز داره. هر روز ما قربانی میتیم، هر روز ما فرزندای ما را به خاطر استقلال و آزادی و امنیت افغانستان از دست میتیم. اگر ما باور ایجاد نکنیم که ما به یا رسیدگی توجه داشتیم و توجه داریم به فامیلش، به بازماندهش، به فرزندش، یک سرباز با خاطر آرام در سنگر میره از وطن دفاع میکنه. اگر وضعیت از یا بسیار ناهنجار بود، بسیار نابسامان بود و هیچ کسی جرأت نمیکنه که به سنگر بره، به اشکال مختلف میگریزه و این باورمندی رو وقت ایجاد میکنیم که ما توجه داشته باشیم. این مورد دوم. مورد سوم، یادها و خاطره های این شخصیت ها است که اینا در دوران زندگی خودان، در دوران مبارزات خودان، در دوران مجاهدت هایی که اینا به خاطر مردم و وطن انجام دادن چی کاروایی داشتن، چی خاطرات از اینا بجا مونده که نسل امروز و نسل فردا از اینا الگو میگیرن، الگو پذیر میباشن و اینا با اینها انتقال میدن. مسئله سوم. و مسئله چهارم که مسئله اساسی دیگری در این جمله محسوب می شود و جناب واقف صاحب به یکی از ابعاد از اونا و به یکی از دیدگاه ها و اهداف از اونا تماس گرفتن، او اهداف و آرمان هایی هستند که این شهید ها به خاطر از او جان خود دادن و ادامه و استمرار راه و آرمان و اهداف پاک و والایی که اینا به خاطر از این شهید شدن. این مسئولیت ما، مسئولیت دولت، مسئولیت بازماندگانشان، چه بازمانده های ارثی باشه، چه بازمانده های فکری زینا باشه، مسئولیتشونی است که به این چهار مورد توجه جدی و توجه اساسی داشته باشند. ما تشکر میکنم که یکی از موارد امروز اداره دانشگاه شما و تحصیلات عالی اتراک امروز در این محفل خواستن که چی بگذارن.
حضور نهایت عزیز، از این دو شخصیتی که تجلیل میکنه ما، یکی استاد ربانی است که به 29 سنبلا به شهادت رسید، کم شما میشناسین، نسبت به اونا ممکن است بیشتر معرفت داشته باشین، و دومش هم عمر صاحب شهید، قهرمان ملی افغانستان، که اینا نیم قرن از زندگی خود تا به 35 سال در راه وطن، آزادی، استقلال و ارزش‌هایی که مردم ما به او باور دارن مبارزه کردن و سرانجام در پای اینمی اهداف جان خود را دست دادن. ما سر این اردو شخصیت، شخصیت‌های چند بعدی در تاریخ معاصر افغانستان بودن که از زوایای مختلف میتونن شخصیت‌های زیاد را برزیابی بگیرن، که یکی از دیدگاهشان بیشتر واقف صاحب به تحلیل گرفت. ما امیدوار هستم که شما یادداشت‌های لازم گرفته باشین، که گفتن وحدت ملی در پناه عدالت اجتماعی به دست میاد، چیزی که مردم ما و کشور ما امروز متاسفانه یکی از عوامل کشمکش ها، نابسامانی ها، بیباوری ها و جنجال ها امی مشکل است که ما به او دست و گریبان هستیم. امیدوار هستم که رای حل به این مشکل بتانیم در داخل نظام پیدا کنیم، در داخل کشور ما پیدا کنیم، این با بیرونی ها ارتباط نداره. اینا شخصیت های چند بودی بودن. ما به دیگه ابعاد از اینا اشاره نمی داشته باشم، ما فقط به زندگی از اینا چون در یک نهاد علمی صحبت میکنیم و شما مؤسسین عزیز آینده سازهای افغانستان هستین، به دیدگاه و عملکردشان در رابطه با معارف و تحصیلات عالی کوتاه اشارات می داشته باشم. اگر قرار بی باشه که بحث بکنیم این وقت بسیار زیاده میگیره. ابو رقم یک جناب دکتر صاحب گفت یک سمینار نیاز داره و شما با پایبند کرده با یادداشتاتون بشینید، یادداشت بگیرین که چی بوده و چه شده. به این اساس ما یک مرور کوتاهی که داشته باشیم دیدگاه اسلام در رابطه با معارف روشن واضح است. او یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، و پیامبر میگه که اطلب العلم لو کان فی السین، طلب العلم فریضه علی کل مسلم او مسلمه، و آیات و احادیث متعدد وجود داره که دیدگاه دین و دین اسلام در رابطه با معارف و تحصیلات عالی با وضاحت نشان میده که در او قطعا چیز ابهام وجود نداره. و تنظیم های جهادی، احزاب جهادی که به اساس فکر اسلامی اینا برای آزادی افغانستان، برای استقلال وطن و برای خدمتگذاری به مردم افغانستان در عرصه آمدن، اینا هم از ای الهام گرفته و در برنامه های کاریشان از دساتیر دینی استفاده کرده. همه تنظیم ها زحمات خود در رابطه با معارف، برنامه های خود در رابطه با معارف و تحصیلات عالی داشتن، اما در میان تنظیم ها تا جایی که ما شاهد هستیم و مردم افغانستان شاهد است، جمعیت اسلامی افغانستان که استاد ربانی رهبریش میکرد، از چون اینا استاد دانشگاه بودن و در تاریخ معاصر جهان اسلام اولین بار یک استاد دانشگاه، یک عالم دین، یک مبارز مجاهد زمام امور یک کشور اسلامی را به دست گرفته. این یک افتخار برای استادای عزیز هستن، برای دانشگاهی های عزیز هستن که در تاریخ افغانستان و که جهان اسلام اولین بار یک شخصیتی که او متعلق به دانشگاه بود زمام امور سیاسی افغانستان را به دست گرفت. و این تنظیم در وسیع ترین برنامه را برای معارف داشت در محیط هجرت و در داخل افغانستان. الحمدلله هم در کمپ های مهاجرین از چی شروع؟ از کویته، بلوچستان شروع تا کمپ هایی که در چترال صوبه سرحد قرار داشت تا به ایجه، اینا همه اولاد مهاجرین الهی که امروز یکی از لیسه های عالی شهر کابل در خیرخانه به نام زوا مسما است، اینا قرار داشتن که اینا با ابتکارات خود تانستن معارف یک جهش ویژه بدن.
و اولاد مهاجرین در محیط هجرت به زیور سواد و تعلیم و پرورش آراسته بسازند. در کنار ازی وطندارا تنظیمی که اولین بار هیشین یعنی حربی شوانزای اساس گذاشت، این را باید متوجه باشین، و هپی و حربی پوانتون اساس گذاشت، از وابستگی با مجاهدین و از تعلیم و تربیه مجاهدین با اغیار و با بیگانگان نجات دادن مردم ما را، او جمعیت اسلامی بود که تا به حال شما کسایی که فارغین هیشی است حربی شوانزای جمعیت هستند، فارغین هپ حربی پوانتون جمعیت هستند، اینا را در رده‌های مختلف نظام و اجتماع افغانستان می‌بینید. اینا خواستن با اساس گذاشتن دو نهاد علمی تحصیلی نظامی وابستگی ما را به بیرون قطع بسازن و سر پای خود از لحاظ نظامی و از لحاظ تدریبات نظامی استاد شوند، که کلانترین خدمت در دوران جهاد به شمار می رود. به عین شکل وطندارای بسیار عزیز، اکادمی و علوم در او دوران که یک نهاد تحصیلات عالی بود، این اساس گذاشت استاد ربانی، و در کنارش البیرونی، مجتمع تربیتی البیرونی ایجاد شد. در کنار اوزو از همه کده مهمتر، که شما ممکن است که زیاد یک تعداد از همشیرهای ما و دوستای ما به این باورمندی نرسند، پوانتون امهات المؤمنین که خواهرای ما در اوجه درس میخوندن، این را اساس گذاشتن و به خواهرای عزیز ما در محیط هجرت عرضه تحصیلات عالی را داشتن. و یک مرکز هم در اسلام آباد برای کسایی که در اسلام آباد زندگی میکردن، برای از اونها اساس گذاشته شد، تا روزای سه شنبه جمع میشدن، دکتر صاحب الهی و جمع دیگه از شخصیت ها میرفتن برای از اینا دروس لازمه فرهنگی و علمی که در اون دوران نیاز بود اینا را میدادن. به این اساس اینا در بیرون کشور و داخل کشور خدمات عدیده را در این عرصه داشتن، و در دوران حکومت مجاهدین هم و بعد از او هم اراده و تصمیمی بود که خدمات بیشتر شود، اما به دلایلی که ما شما میفهمیم حکومت به چالش ها و مشکلات عدیده مواجه شد. در داخل افغانستان که ما شاهد هستم، از سال 59 ما زندان شدیم، 60 بار اومدیم رفتیم به جبهه پنجشیر، در بدترین شرایطی که روسا حمله میکردن، مکاتب در جبهه پنجشیر و جبهات دیگه ای که مربوط به او میشد نزدیکی قرار داشت، پروان، کاپیسا و جبهات شمال پنجشیر، مکاتب فعال بودند، دخترکا و بچا در مغاره ها حتی درس میخوندند. وقتی که مسجد هم در تعدید می بود، مکتب ها در تعدید می بود، خانه ها در تعدید می بود، در مغاره ها درس میخوندند. من خودم دو سال در مسجد و در مغاره بچا را درس دادم، و در آخر سال 62 که به سال آتش بس معروف است، که شما در جریان هستین که پایگاه را به بیرون توسعه داد عامر صاحب، در اون سال ما با دکتر سبیلایی ما را جمع کرد، یک تقدیرنامه داد 50 افغانی مکافات. این ثمره یک سال زحمت ما بود که به اولاد وطن کشیده بودیم. من فکر میکنم که کلانترین چیزی را که ما به دست آوردم از لحاظ مادی و معنوی، امو تقدیرنامه و 50 افغانی مکافات بود که دکتر سبیلایی در قریه ملسپه برای معلمین داد که در جبهه پنجشیر و پروان و کاپیسا به اولاد وطن دست داده بودن. و به همین شکل در دوران مقاومت شما باید دارین که این در بدترین شرایط جنگی عامر صاحب و استاد ربانی، استاد فرید شهید و بزرگای دیگه ما شما که در اوجه حضور داشتن، در پهلوی ازی که در بدخشان، در تخار، در جایی که در مزار شریف در کنترل دولت قرار داشت، مکاتب فعال بود، تلویزیون فعال بود، تحصیلات فعال بود، در پروان و کاپیسا که در معرض جنگ‌های شدید قرار داشت، استاد سیاف بزرگوار حضور داشتن، دانشگاه یا پوهنتون البیرونی را اساس گذاشتن. اینا نشان دادن که ما در یک دست ما قلم و در یک دست ما شمشیر است. اگر ما با شمشیر در برابر طالب، تروریست، تهجر و افراطیت مبارزه میکنیم، از وطن دفاع میکنیم، از عزت دفاع میکنیم، با دست دیگه ما که قلم دو است میخوایم اولاد وطن، آینده سازای وطن، اینا را به زیور علم و دانش آراسته بسازیم تا افغانستان از این منجلاب نجات بدن. این دیدشان بود در رابطه با تعلیم و تربیه که کوتاه خدمتتان عرض کردم،
ما امیدوار هستم که شما که امروز در مقطع لسانس درس میخونین اراده کنین تصمیم بگیرین که تا دروستان تا سطح دکترا پیش میبرین، ماستریتون هم میگیرین، دکترایتون هم میخونین و خدا بخواهد که در پالوی ازی درسای جانبی را که علوم مختلف است، زبان ها است، اینا را هم فرا میگیره تا هم به خودتان و هم به مردمتان و هم به خانوادتان خدمت خوبتر میداشته باشید. مسئله دوم را که خدمتتون عرض بکنم که در پالوی ازی که درسایتون را میخونه به صورت آگاهانه مسائل و مواردی را که در پیرامون شما وجود داره، از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اداری، این را متوجه باشه. آگاهی هایتون را در تمام عرصه ها بالا ببرید. گاهی که تعداد از دوستان میگه که نیازهای تحصیلات عالی جای سیاست نیست. دقیق است که سیاست به صورت خاص و حرفوی یا به صورت چیزیش در اینجا تدریس نمیشه و باید اینا به گروپ ها و به چیزهای مختلف تقسیم نشوند، اما آگاهی های لازم از لحاظ سیاسی و از جهات مختلف باید اولاد امروز وطن ما داشته باشند تا اینا بتانند به صورت درست و دقیق و با آگاهی گرفتن لازم از وضعیت درسای خود پیش ببرن و برای آینده مردم خود و کشور خود خدمت بکنن. مسئله سوم پدیده های شومی است که متاسفانه مردم ما به او مواجه است. ما امیدوار هستیم که این پدیده ها از جمله تعصب و تبعیض در نهادهای تحصیلات عالی که اینا آینده سازای وطن هستند راه نداشته باشه و برای کسایی که تعصب دامن میزنن، برای کسایی که برتری جویی را دامن میزنن، کسایی که ذهنیت های فاشیستی را دامن میزنن، برای از اینا فرصت داده نشه و دامن تحصیلات عالی و دامن معارف از این پدیده های شوم که به وسیله مشت اجیر در کشور عزیز ما افغانستان وارد شده و ترویج پیدا میکنه دور نگاه داشته باشه و پاک نگاه داشته باشه. این وظیفه ما شما است که به این مردم فرصت ندیم تا خدای ناخواسته مردم ما را به این پدیده ها و به این چیز آلوده بسازن. مسئله آخره که میخوایم عرض بکنم، زیاد با صحبت نکنم، او مسئله استقلال است. وطن استقلال تنها به مفهوم از این نیست که ما حکومت به دست داشته باشیم و بگویم که ما یک کشور مستقل هستیم، یک مردم مستقل هستیم. ما وقت مستقل می باشیم که استقلال سیاسی به مفهوم واقعیش داشته باشیم. ما وقت مستقل می باشیم که استقلال اقتصادی به مفهوم واقعیش داشته باشیم. اگر ما استقلال اقتصادی نداشته باشیم قطعا استقلال سیاسی داشته نمیتونه باشیم. استقلال سیاسی رابطه مستقیم با استقلال اقتصادی داره. استقلال اداری، استقلال امنیتی از وجهات دیگه ای است که یک کشور و یک ملت و یک مردم به مفهوم واقعیش میتونن بگویند که ما صاحب استقلال هستیم. به این اساس ما امیدوار هستیم که شما جوانان، کسایی که امروز در رشته های مختلف درس میخوندین، برای به دست آوردن استقلال واقعی به کشورتان و به مردمتان و جامعتان تلاش بکنین و این مسئولیت شما است. ما آهسته آهسته کسای دیگه ای که بالاتر از سن ما قرار دارند، همسنای ما قرار دارند، از جهات مختلف استهلاک شده این وطن داره و وطن و مردم انتظار امو بازوان توانمند شما را با فکر روشن در پناه ارزش‌های دینی و افتخارات تاریخی داره تا خدا بخواه افغانستان در شارای ترقی و تعالی قرار بدین. یک بار دیگه بر روح همه شهدا درود میفرستم، بر روح با استفاده از روز این روز به این مناسبت است که ما از همه شهدا، شهدا را شما دیدین در چهار طرف، شهدای افغانستان است، شهدای گمنام و نامدار افغانستان. میفهمین که تعدادی از شهدا نامدار هستند، اما تعدادی از شهدا که هر روز شهید میشن و در گذشته ها هم شهید شدن گمنام هستند. اونا نامشون در سر زبان ها نیست و همه گیش درود باشه. این تجلیل در حقیقت از همه شهدا است، شهدای افغانستان به مفهوم کشور عزیز ما که از شمالش تا جنوب و از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب افغانستان. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. برادرای عزیز، حاضرین محترم در تالار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا خو
ما از اداره دانشگاه ادراکس از خودش از همه همکارایش تشکری میکنم که در کانون اکادمیک اتو محفل برگزار میکنه و جمع سخنرانای ما بعد هم صحبت کردن و من بعد هم بعد صحبتای ما در مرکز اکادمیک بعد اکادمیک باشه، به خاطر اینکه شما کلتون مردمای دانشمند هستین. با از حضور همتان تشکری میکنم که قبول زحمت میفرمایین و حرفای ما رو گوش میدین. ما امروز چون در هفته شهید قرار داریم، بر همه شهدای افغانستان، بر همه شهدای جهاد، مقاومت و عساکر و سربازایی که فعلا در جبهات داغ در برابر دشمن، تعرض دشمن و اشغالگری های دشمن و استخبارات منطقه و سایر دشمن های افغانستان می جنگن، با روح همشان هم ما شما درود می فرستیم. بحث امروز که ما می خواهیم در اینجا تذکر بتوم خواهرا برادر عزیز، یک بحث اکادمیک می خواهیم بحث کنیم ما شما. سر کلمه شهید، شهید ترمینولوژی یا واژه اسلامی است. شما میبینید در مطبوعات در اکثر انجا کسایی که مسلمان نیست، کسایی که عقیده به اسلام نداره، اونا رو هم شهید میگن. ای استعمال کردن یک کلمه که مختص به کسایی که پیروان دین اسلام هستن استعمال میشه. بنان از لحاظ مسائل عقاید و مسائل دینی ما و شما، شهید امتیاز است. حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله است که میگه یشفع الشهید فی یوم القیامه فی 70 ذراع. شهید در روز قیامت 70 نفر شفاعت میکنه، از وارثین خود، از کسایی که با او وابسته هستند. این کسایی که عقیده به خدا ندارن، کسایی که عقیده به روز آخرت ندارن، به قرآن ندارن و به همه معتقدات اسلامی ندارن، اونا اگر کشته میشن شهید نیستن. این شهید که از کلمه گواه و یا شاهد گرفته شده است، با همین حدیث تطابق میکنه که اینا در روز قیامت شاهد هستن، اینا در روز قیامت گواه هستن برای سایر مسلمان ها و مؤمنین و مؤمنات. بنان دوستای عزیز، این شهادت یک ترمینولوژی ساده هم نیست و یک کار عملی ساده هم نیست. کسایی که به خاطر خدا، به خاطر رضای خدا و به خاطر خدمت بر مردم جانهای خود فدا میکنن، از خون خود میگذرن، از زندگی خود میگذرن، از معیشت و فامیل و همه امکانات خود میگذرن و به خاطر خدا و به خاطر خدمت بر مردم جان خود میتن، اونا شهید هستن. بنان ای شهید یک کلمه مقدس مختص برای مسلمان ها و با کسایی که بر روز آخرت و دین خدا عقید دارن، اونها شهید میشن. با افکار چپی، با افکار کمونیستی، با افکار ماویستی، با افکار غربی، کسایی که معتقد هستن و خدا را نمیشناسن شهید نمیشن. یک چیز واضح هست. بنان اول هر کسی که میخواه که شهید باشه، ایمان داشته باشه به خدا و به معتقدات. دوستای عزیز، باز اسلام ردبندی میکنه. سه طایفه در ظاهر بسیار به شما و شما جالب است که شهید است، جالب است که عالم است، جالب است که حاجی است. این سه طایفه را خداوند به بررسی میگیره. میگه که کسایی که به خاطر خدا
حج نمیرن. به خاطر خدا، به خاطر از این که رضای خدا را حاصل بکنن حج نمیرن. به خاطر از این میرن که باتی را حاجی بگوین و خانمش خانم حاجی بگوین. این قبیل مردم ها باز در روز آخرت با خداوند که محاسبه میشه، خداوند امرایشان که محاسبه میکنه برشان میگه که تو کجا رفتی بودی؟ میگه من حج رفتم. میگه به خاطر چی رفتی؟ به خاطر از این رفتم که رضای تو را حاصل کنم، به خاطر از این رفتم که گناه های من خداوند ببخشی. میگه نه، تو به خاطر از این نرفتی بودی، تو به خاطر از این رفتی بودی که خودت حاجی بگن و خانمت حاجی بگن و بالای مردم فخر بکنی. بنان او چیزا در دنیا ما برای تو دادم، آل کشش کو طرف دوزخ. این تعداد مردمایی که ریاکار هستن، بریا کار میکنن، اینا طرف این خداوند طرف دوزخ کش میکنن. و همچنان دوستای عزیز، بحث مجاهد، مجاهد است که شهید میشه. کسی که جهاد میکنه، تفنگ میورداره و یا عقیده اسلامی داره، در راه خدا مبارزه میکنه، حرکت میکنه، توسط انفجار، انتحار و امثال ازی شهید میشه، این شهید میشه. اما در مورد مجاهد چه گفته است؟ مجاهد گفته است، میگه که تو جهاد کردی شهید شدی، تو جهاد به خاطر چی کردی؟ میگه من به خاطر خدا، به خاطر رضای خدا. میگه نه، تو خب به خاطر از یک جهاد کردی که مرا قماندان برجسته بگویند، مرا دلاور بگویند. تو به خاطر از این جهاد کردی که بلند منزل پیدا کنی، تو به خاطر از این جهاد کردی که پول پیدا بکنی. بناهن خداوند میگه من بلند منزل، پول، شهرت و دلاوری در اون زمان برای تو بخشیدم. بناهن هو چیزایی تا ما در اون دنیا برای تداک کدا کردیم، مجاهد سه به کشکو طرف دوزخ. و همچنان عالم، ما علم میخوانیم به خاطر خدا، به خاطر رضای خدا. عالم میگه پیشگو، وقتی که عالم پیش میکنه میگه چی کردی یا عالم؟ میگه من درس دادم، تعلیم کردم، درس خواندم، هدایت تو رو بر مردم رساندم. میگه نه خیر، تو به خاطر از این درس خواندی که تو رو عالم بگن، تو رو قدر بتن، در بالا بشنن و امثال از این. بنان او چیزا رو ما در روزه در دنیا برای تو دادم، تو عالمم، خدمت به خاطر خدا و به خاطر رضای خدا و به خاطر از این که واقعا خدمت کنی برای مردم، تو خدمت نکدی. او چیزایی که تو خواستی در او دنیا ما برای دادم، کشش کن طرف دوزخ. بنان دوستای عزیز، ما امروز هفته شهید است. اگر استاد ربانی شهید و انجینر صاحب احمدشا مسعود شهید، قهرمان ملی افغانستان، من دوست یک کلمه دمی ارتباط میگم. شما ببینید و بروی همه شهدای افغانستان درود میفرستیم. آقای احمد شاه مسعود هر روز جامعه افغانستان، جامعه جهانی، ملت افغانستان تأیید میکنه احمد شاه مسعود. چرا؟ جهادشه، مقاومتشه. به خاطر از این تأیید میکنه که احمد شاه مسعود به خاطر بلند منزل مبارزه نکرده بود. احمد شاه مسعود به خاطر بدست آوردن شهرت و افتخار شخصی مبارزه نکرده بود. ما شاهد هستیم. از دیار صاحب پیشتن تماس گرفت، خانه عمر صاحب می رفتیم. خدا شاهد است، خدا شاهد است که یک خانه 4 متر درازی، 3 متر برش یا عرضش داشت و یکم وقت میمون هم میداشت، خودش از خانه نان از پیش فامیل خود گرفت میآورد. حالا در داراییش اگر بسنجه، اما چه مسعود کدام بلند منزل بنامش نیست، کدام خانه در دبی، در ترکیه، ویلاها در دبی، در افغانستان بنام احمد چه مسعود نیست. بنان دوستای عزیز، کسایی شهید هستند و همچنان جناب استاد ربانی و سایر شهدای ما، کسایی شهید هستند که به خاطر خدا، به خاطر رضای خدا و به خاطر خدمت بر مردم شهید شدن و مبارزه کردن. بنان دوستای عزیز، این معیارهایی است که در اسلام، در دین ما و در این کلمه یا ترمینولوژی که ما استفاده میکنیم که عبارت از شهید است، این معیارها وجود دارد.
حالا میبینی یک کمونیست است، ماویست است، به خدا عقیده نداره، میگه که رفت شهید شد. او شهید نمیشه، او به خدا عقیده نداره، چه رقم شهید میشه؟ بنان دوستای عزیز، این معیار های است در اسلام است. ما زیاد پر حرفی نمی کنم، از خداوند متعال بر همه ما توفیق عزیز می خواهیم که واقعا ما به خاطر خدا، به خاطر رضای خدا و به خاطر خدمت به مردم، نه بر یاکاری، نه به وانفریبی، نه که در چشم مردم خاک بزنیم، واقعا خدمتگار به این مردم باشیم و واقعا از اسلام و از هدایات اسلامی، از احکام اسلامی ما امور راحت بکنیم و هم عملی بکنیم. صحتمند و موفق باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.